حاضرین؟ جسارت داشته باش. بالاخره یه نفر تو رو کشف میکنه. چطور میشه یه شیشه در مربا باز نشه تبدیل میشه به یک کتاب؟ براتون خواهم گفت که ایده ها رو از کجا پیدا میکنم و چطور پرورش میدم. من بارها میشینم فیلمی که میخوام موسیقی بشنم پاش گریه میکنم، پاش میخندم. برای شادمانی کودک چه اهمیتی قائل؟ میخوام بگم چطوری به اینجا رسیدم که فعالیت های خودم رو روی کودکان متمرکز کنم. حالا واسه اینکه عکاس خوبی شید به چه چیزایی احتیاج داری؟ عکاس باید در نظر داشته باشه که عکس گرفتن دغدغه اونه. تئاتر یه هنر یگانه است. چی گفتن مهم نیست، چگونه گفتن. سلام، من میخوام با شما راجع به کارگردانی تئاتر و مهمترین هنر او یعنی میزانسن صحبت کنم. من رخشان بنی اعتماد هستم. من فاطمه معتمدآریا هستم. من هوشنگ مرادی کرمانی من هستم. من عبدالحسین وهابزاده هستم. من حسین علیزاده هستم. جنگ خوبی و بدی از زمان هابیل و قابیل شروع شد و تا ابد هم ادامه خواهد داشت، اما حالا پیشونی سفید و قلعه افریت. به نام حق که زندگی به ما داد. ای بچه ها به من میگن پیروستا. قصه ما قصه آرزوهاست. دنیا پر از خوبی ها و بدی هاست. افریته ی عزیزم، از همین حالا مأموریت تو شروع شد. باید تمام آهوهای این سرزمین رو برای من اربابت اختاپوس شکار کنی. چشم. اگه نتونی مأموریت تو خوب انجام بدی دیگه هیچ وقت جوانی تو نمیبینی. همینطوری پیر میمونی تا بمیری عزیز دلم. قصه ما فقط مال شما نیست، اگرچه از زندگیتون جدا نیست. درسته شکل قصه بچگونه است،
اما فقط برای بچه ها نیست. قصه ما پر از بیم و امیده، هر کسی یه گوشه ازش شنیده. تو قصه‌مون آهو زیاده، اما فقط اونه که پیشونی سفیده. حالا دیدی دختر خوبیم؟ آخه چی کار میکنی دختر این دست با چلوفتی؟ بابا سالار یکی پشت پنجره بود. نگفتم داری باز در میاری؟ خیالاتی شدی دختر. برو اون افتضایی که با براوری جمعش کن. من باید هیزما رو ببرم. بیا اینم آب بخور. منم. دیدی بازی در میاری؟ میخوام که ازم نترسی.
کی هستی؟ نزدیک من نیا. من دوست تو هستم آهوی پیشونی سفید. پس چرا منو میترسونی؟ شرمندم. خدایا منو ببخش. این منو ببخش. اگه تو منو نبخشی خودم پشیمون میشه، منو نمیبخشه، منو میفرسته جهنم. حالا گیرم که بخشیدم. چی کار داری؟ من داشتم از اینجا رد میشدم که چقدر قیافتون آشناست. ولی من اصلا تو رو به جا نمیارم. نه، دلم برای شهر آرزوها تنگ شده. شهر آرزوها دیگه کجا؟ شهر من. خوب. اگه سمی باشه چی؟ حتما اذیتش کردی که بد اخلاقی میکنی. بابا تو میگم. نه اون همینطوریه، بعض وقتا علکی سرم داد میکشه. خب باباته حقش، زحمتتو کشیده. آخه شما که نمیدونید آقا اسمتون چی بود؟ اسم کاملا مختنگوش بلبل ولبل جادوز عجوز مجوزه. بله؟ تو به من بگو امو عجوزه. امو عجوزه من خیلی بدبختم. چرا؟ همه جا رو جارو میکنم، یه تخم مرغ خوشمزه واسه بابا لیم رو میکنم، با دستای بیرمقم هیزما رو دسته میکنم، چند تا تناب میارم و همشون رو بسته میکنم. الهی قربونت برم، خسته میشی دخترکم، آهوی بیشونی سفید دل برکم شاورکم. بعدش میرم نهارم و حاضر میکنم، چند تایی میوه میچینم، کیکم و توفر میکنم، سالاد و کلم و ترشی و شور همه رو تو سفره میچینم، از صبح تا شب کار میکنم، یه لحظه هم نمیشینم. الهی قربونت برم، خسته میشی دخترکم، آهوی بیشونی سفید دل برکم شاپرکم. شب ویراش میدم، تازه بابا شب میشینه من پاهاشو ماساژ میدم، بابام بازم اخ میکنه، یه دفعه سرم داد میکشه، به هر بهونه ای سرم بی خود فریاد میکشه. حسه نخور امو جون، چشماتو وا کن و ببین، ببین عجوزه اومده، عجوزه با عروسک و یه دونه کوزه اومده. کجا؟ گشنمه. مأموریت ما معطل کردن سالار، نخوردن نون و سبزیش. میدونی آهو چقدر شیر دوست داره؟ اینم دسترنج امروزم. شکرت. پیست آماده است؟ آهو دیگه. آره، بندازیمش تو گونی ببریمش؟ نه ابله، گفت خودم میگیرمش، اگه نتونستم اون وقت میگم شما وارد چید اقدام کنید. اه؟ پس هنوز نوبت ما نشده. چه عجب، بالاخره اینو فهمیدی؟ نه فهمیدم، موضوع مرغ و خروس دیگه. ابله، موضوع مرغ و خروس نیست،
این دفعه طلاست. اگه نتونین کاری بکنین اون وقت چی؟ ابله، کاری از من تو نتونیم انجام بدیم. حالا اگه پای پلیس در میون باشه اون وقت چی؟ پلیس هیچ غلطی نمیتونه بکنه. اتفاقا پلیس خیلی غلط ها میتونه بکنه. ما مخلص جناب خرس پلیس هم هستیم. روبی تا دیروز هرچی بد و بیرا دوست داشتی به پلیس میدادی، چی شده که حالا مخلص پلیس شدی؟ حالتون چطوره؟ بازم خلاف؟ خلاف نه بابا، ما میخوایم اگه آهو رو اگه آهو بشی بری تو صحرا، اگه پرواز کنی تو آسمون ها، نمیذارم بگیرم. بسه. شما هر دوتون اند خلافکارای این جنگلی. ما؟ بله، مواظب خودتون باشید. فقط دنبال یه مدرکم. مدرک؟ نه این کیسه رو آوردیم اگه آهو رو تونستیم پیدا. اگه آهو بشی بری تو صحرا، اگه پرواز کنی تو کهکشون ها. بس. موضوع آهو چیه؟ آهو قربان، قضیه آهو اینه که ما گفتیم آشغال مرغاشو بریزه جلومون که ما از گشنگی تلف نشیم. نه بابا، نقشمون این نبود که. نقشه؟ آره نقشمون این بود که آهو رو بگیریم بندازیم. میتونی اون دهنتو ببندی؟ نمیدونم چرا تو گرگ شدی، تو با خر میشدی. تو مادرتو دیدی گرگ بوده واقعا؟ سر زاره. خدا بیامرزتش. دنبال یه بهونم که جفتتون رو بندازم باقیش. مواظب خودتون باشی. وای زور شد، نهارم حاضر نیست. سب کنم، من همیشه دلم میخواست یه دختر خوشگلی مثل تو داشته باشم. حیف. سب کنم، کاش تو هم با من میومد. کجا؟ شهر آرزوها، فقط 3 روز. خنگبازی در نیارید، بندازینش توی کیسه و بیارینش. قربان زنده میخواینش یا بکشیم بندازیم توی کیسه براتون بیاریمش؟ من صحبت میکنم. قربان ببخشید، دستمزد ما رو کی پرداخت میکنید؟ وقتی که آوردینش دستمزدتونم میذارم کف دستتون. یه هموم هم برید. حالتون چطوره؟ ماموریت ما چی بود؟ خوردن مرغا؟ مگه قرار نبود زهر ماری مرغ و خروسا رو دیگه نخوری؟ چرا؟ اسمت چیه؟ زورو. خودتو با ذکر اسم کوچیک نام ببر. آها، گرگی هستم، یک گیاهخوار. 3 سال و 2 ماه و 7 روزه که گیاهخواری میکنم. آفرین. میریم الان در میزنیم، چی میشه؟ میگه کیه کیه در میزنه، من دلم میلرزه. میریم در میزنیم، در رو که با کرد میپریم تو شنلتو بکش رو سرش. بشکن. من نمیشکنم. بشکن. باسه چی بشکنم؟ میگم در رو بشکن. اینجا بشکن. حالتون چطوره؟ گفتید ندیدینش.
نه جناب خرس پلیس، ندیدیمش. چرا بابا، دیدیمش که. ما کی دیدیمش؟ چرا دروغ میگی؟ پس آهو رو دیدیم؟ آهو رو نه، نه آهو رو ندیدیم. آفرین. دیدین، عرض کردم قربان، ندیدیمش. پس کیو دیدیم؟ ما عجوزه رو دیدیم دیگه. ما کی عجوزه رو دیدیم؟ چرا دروغ میگی؟ همینجا با تو گرگی؟ عجوزه؟ ابله ها کار خودمه. خوشمزه است، ولی حیف که کمه. کم نیست، اندازه است. به این غذا میگن ترشه تره. آهو، باز این دختره هیزما رو نبسته. بابا سالار اومد، چی کار کنی؟ خب بیاد. بیاد؟ اگه ببینه تو اینجای منو میکشه، تیکه تیکم میکنه. ترشه تر است که خیلی دوست داری. سلام. بفرمایید. اگه از خودت نکشیدی؟ نه. پس این ظرف نیم خورده مال کی؟ خیالاتی شدی بابا. حرف خودمو به خودم برنگرد اون بچه. توی راه که میامدم گرگ و روباک گذاره شکستن، شیر رو ریختن و سبزی رو بردن. حالا من برای شام چیکار کنم؟ میخواستم کوکو سبزی درست کنم. دوباره برمیگردم هیزم ببرم اون رو سبزی بیارم. تو که نمیترسی نه؟ نه، از چی بترسم؟ فقط باید زودتر بری چون شب میشه. خیلی خوب. خسته نباشی سالار. مونده نباشی. به گوشم رسیده یه موجود مرموز این طرف ها پیدا شده. تو ندیدیش؟ نه. البته نه نه، ما ندیدیمش. عمو جون من دیگه باید برم. کجا؟ میخوام برم به صحرا، به کوه و دشت و دریا، خلاصه اون بره آب، به شهر آرزوها، جایی که غم نباشه، ظلم و ستم نباشه، یه شهر شاد و زنده، هیچ چیزی کم نباشه. خیلی قشنگ اونجا، شهر فرنگ اونجا، تنبل نداره اصلا بچه زرنگ اونجا. اونجا باید کار کنم، هزار قلم بار کنم، رخت بشورم پهن کنم، رو سرم آوار کنم. حالا میای میبینی چه جای نازنینی، نه کاری و نه باری، بیکار فقط میشینی، برات غذا میارن، گل به سرت میکارن، از صبح تا شب بخوابی باهات کاری ندارن. من نمیام عجوزه، یه سفر 3 روزه. بابام حسابی تنهاست، دلم واسش میسوزه. اونجا قصه نداری، نه گریه و نزاری، 3 روزه بر میگردی، بعد باباتو میاری. یعنی عجوزه میشه اونم واسه همیشه، بابام باشه کنارم؟ آهو چرا نمیشه؟ نمیتونم بیام اما عجوزه، میدونی چرا؟ خب میدونم بابام بد اخلاقه، ولی خب منم دلم نمیاد تنهاش بذارم. با خودت حرف میزنی تنبل بیارزه؟ چقدر صداد کنم؟ ببخشید بابا، نشیدم. برای چه کری؟ حالا برای یه روزی قرارت بیارم چه اینقدر راجی نکنی؟ میکشمت. Thank you.
من نمیخوام اینجا بمونم. اما عجوزه جون، اما عجوزه، من تصمیم خودم گرفتم، میخوام بیام شهر آرزوها، اما گفتیم فقط 3 روز. فقط 3 روز؟ بپر بالا. شاده شدم دلم رو به قول عجوزه دادم، چشم حسود کور بشه شاده شدم دلم رو به قول عجوزه دادم. خوشحال و شادمانه با عجوزه میرم سفر، یک سفر 3 روزه. بالاخره این آهوی یه دنده اومد بریم به شهر شاد و خنده. این آهوی زرنگ و خوش قواره توی دلش 1000 تا قصه داره. میبرمش مثل اسیر و برده، میبرمش سالار. داره شب میشه، بذار فردا صبح با هم بریم. نمیتونم بمونم، باید برم. البته در حوزه استفاضی من نیست، باید بدونم کدوم گوری رفته. میکشمت. حالا دست پخت عمو عجیزه رو بخور ببین تو آشپز بهتری هستی یا من. این مرغه رو از کجا بردی عمو؟ از همین ده پایین دزدیدم، خریدم. کی برمیگردیم عمو؟ عمو ما که هنوز نرسیدیم. دیدم واسه بابا سالار تنگ شده، الان داره دنبالم میگرده. مگه گیرت نیارم؟ من شهر آرزوها. این رو نگاه کن مختن گوش من بلی بل بلی جوزو تنجز برزوش. عمه افریت، من دستام درد میکنه. بباف عزیزم بباف. حتما میدونید اولین کسی که فرششو تموم کنه آزاد میشه و آخرین میفته تو استوانه. پس زود باشین عزیزان من، زود باشین. حالا دیگه از فرمان عمه جان افریت سرپیچی میکنید. غلط کردم عمه افریت، غلط کردم. تو درست بشو نیستی، من باید شیوه‌مو عوض کنم. بده در راه خدا. بابا ارزون بده جفتشو ببرم. ببخ خانم جون، قابل شما ندارم. با چای ادا بده بده، با چای ادا، با چای ادا بدم مرهم سینه لبو. ای وای، باز که افتادی تو زحمت خاله سوسکه. وظیفه‌م آقا موشه، تازه براتون ترشی هم گذاشتم. اه بس درد نکنه همسر مهربون. امروز که می اومدی یه جور دیگه ای بودی. پیر استاد گفت که اسیرش کردن.
آقا میشه تو رو خدا با افریت درگیر نشو، من با همه ندارید میسازم. نگران نباش خانم من، نگران نباش. آهای دارن میارنش، حواستون رو جمع کنید. اینجا همون شهر قشنگه، اینجا همش خوشاب و رنگه، میگن که شهر آرزوها، اون بره آب شهر فرنگه. توی شهر آرزو هرچی بخوای تو دی میشه نصیبت، خرجی مرجی نداریم، پول و مولا نگهدار تو جیبت. همه شاد و خوشحالن اینجا، میگن و میخندن بچه مچه ها، نبوده تا حالا توی شهر ما حتی یه دونه گدا، بدون شما یه دونه گدا. آی به نگر راه خدا بیا بابا بیبا. آی این بر بازار خرازیه، اون برش هم بزرازیه، فروشگاه تاوانیه، لباس هست سماور و اوتو ببر، یه خانم لبو ببر، مغازه میوهی مجانی یک هلو ببر، هر کسی اینجا تون دو تون فکر تلاشه. به جز خانم لاک پشته که یه کمی یواشه. آه برو کنار، توی شهر ما همه خوش گذرون، مهمونی و پارتی میرن خونه اینو، اینجا همه بودنن و میخندن، عاشق خرهای شاسی بلندن، اینجا اصلا دوزی معنا نداره، هر تو دوزی کنه خیلی بیکاره. بیا تا هماما بگو I love you، دوست داریم خیلی شهر آرز. بیا تا هماما بگو I love you، I love you، دوست داریم شهر آرز. آهای عجوزه کجا یه فریته اوزه داره خراش میش میشه. یک قدم دیگه جلوتر بیای بیچارت میکنم موشک. جلوی شوهرتو بگیر خاله، خطرناکه. این دفعه دیگه با اون افیته چه نقشه کشیدیم؟ آقا میشه تو رو خدا نرو، من از کسی نمیترسم. خسته شدم از بس با چشام دیدم اوهای بیچاره رو از چنگ پدر مادراشون در میارین و اسیرشون میکنین. اما این آقای چی میگه؟ اما فصل خودتو ناراحت نکن، اینو یه مش آدم حسودن که چش ندارن موفقیت آقای خوشگلی مثل تو رو ببینن. به شما چه ربطی داره آقا؟ مگه شما وکیل وصی منی؟ حالا اون دهن گنده تو ببند گورتم گم کن موشک. آقا موشه افریت منم از کجا این آقا موشه داره به من نزدیک میشه؟ من امروز دوباره از این انگشتر استفاده کردم. خاک بر سره. گفتم که این کارو نه. حتما خاله سوسکه. اگه افریت بیاد چی؟ حتما الان سرکلش پیدا میشه. بیچاره آقا میشه. ببخشید سر داد زدم. خودت که میدونی اینا چقدر نامرده. با اینا در نیفتین آقا موشه. والا ول میفتین. جلوی شوهرتو بگیر. ممکنه دیگه نبینیش خاله سوسکه. چی؟ افی افی مگه نگفتم دوباره ازش استفاده کن ابله؟ خوشتیف نمیشدی میمردی؟ مجبور بودم میفهمی؟ حالا تا دیر نشده این آهوی قشنگ ما رو ببر به قلعه ها؟ عزیزم بیا بریم یه جای قشنگ استراحت کن، خستگی در بره. بریم برم امو؟ ام افریت خودی از خودونه برو. بریم عزیزم بریم بریم. نمیخوام
یا قربان خودمون اون عجب تابل فرش بافته این آهوه. یه مشتری براش. من دارم میمیرم. تو داری از تابل فرش حرف میزنی؟ بلد شد. آیا جوزه؟ وقتی خاله سوسکه رو از شهر و دیارش جدا کردی و به اسارت رو بردیش اینجا، به دادش رسیدم و یه بار شکست دادن. چند سال نه از تو خبری بود نه از اون افریته. مطمئن باش دوباره شکست دادن. کور خوندی یا خاموشه، این نفه میکشمت. برو عزیزم. جات راحت عزیزم، اگه گرسنت شد از غذای نصفه این دختره بخور. بشین. بابای کجایی برگرد؟ دلم برا تنگ شده بابا سالار، دلم برا تنگ شده. گریه نکن، فایده ای ندارم، عادت میکنی. منم اولش همینطوری بودم. اگه زیاد گریه کنی این دزن تو استوانه خفه میشی. خال خالی، فردا تکلیف تو روشن میکنم، خودتو آماده کن. خانم همه افریت تو رو خدا، تو لیاقت اینجا موندن رو نداری عزیز دل من. همه افریت تو رو خدا بذاری من برم. عزیزم تو تازه اومدی، من میدونم سخته، ولی دو سال که اینجا بمونی عادت میکنی همه چیز از سرت میپره. دو سال؟ اما حجوزه گفت فقط سه روز. آروم باش عزیزم، تو آهوی پیشونی سفید خودمی. اگه تو به من قول بدی که خسته نشی و خوب کار کنی و قرقر نکنی، منم به تو قول میدم که دوست داشته باشم، باهات خوب باشم، وگرنه میری جایی که خال خالی قراره بره. روبی بغدی، تو ما رو اردن اینجا برای بازداشت؟ پنپا منتظریم سبزه بیارن گره بزنیم برای سیزده بدر. سیزده بدر که هنوز نرسیده. سلام، حالتون چطوره؟ چون مدرکی ازتون ندارم فعلا به طور موقت آزادی. قربون اون شکم قلمبت میدارم. اون شکم قلمبه انقدر برازنده خرسی مثل شماست؟ شکم قلمبه برازنده خرسه؟ پنپا برازنده ملخه. قربان هر کمکی از دست ما ساخته است بفرمایید انجام بدیم. چه کمکی؟ ما میتونیم مثلا آهوی پیشونی سفید رو پیداش کنیم و تحویل شما بدیم. نه بابا، مگه قرار نبود اون تحویل عجوزه بدیم؟ ما میتونیم عجوزه رو پیداش کنیم و تحویل شما بدیم. هر وقت ازش خبردار شدید به من یا پدرش اطلاع بدید. پدر عجوزه رو؟ فهمیدم چی میگم. چشم، حالتون خوبه دیگه؟ پیشونی سفید به چه درد میخوره؟ آشپزی افی
50 60 نفری ما، غذات کم نیاد. من نمیتونم. اصلا یه نفری نمیشه. عزیزم، نرسیده داری قُر میزنی؟ اگه امشب غذات خوشمزه نشه، به سرنوشت آهو دست درازه دوچار میشی. خوشگل من، دست به جنبون دیر شد. آهو دست درازه کیه؟ آشپز قبلی. الان تو استوانه است. اینجا هر کی خیلی خوب و بیگناه باشه میره تو استوانه. آخه چرا؟ شیره تنشو میبرم واسه اختاپوس. یالا آهوی پیشونی سفید! پیشونی سفید! صبر کن سالار! صبر کن، از اینجا به بعد حوزه استفاضی من نیست. برگرد، از اولش هم بی خود اومدی. فایده نداره. دزدیدنش. اگه به حرفای او گوش کرده بودی که گفته بود عجوزه رو پشت پنجره دیده، به این مشکل بر نمیخوردی. نمیخواد به من یاد بدی که چی کار باید بکنم. تو با دخترت خوب تا نکردی. تو اومدی وظیفه تو انجام بدی یا منو محکوم بکنی؟ وظیفه من؟ وظیفه تو امنیت جنگله، یعنی پیدا کردن دختر من. دخترت در دست تو فرار کرده. مگه من چی کار کردم؟ از بچگی بزرگت کردم، هم پدرت بودم هم مادرت بودم، حالا باید بذاری بری؟ حالی همچین سفره اینجا نداشتیم. حالا خوشمزه هم شده؟ نمیدونم. وای به حالت اگه بد شده باش. حالا چی کار کرده پدر سوخته؟ برگردی دیگه باهات بد رفتاری نمی کنم. آهوی پیشونی سفید، شدم خسته و نامی، بگو کجایی دخترم، دلتنگتم تاج سرم، از من جدا شدی بابا. چه بی وفا شدی بابا، خسته شدم از این سفر، بابا بیا منو ببر. بالاخره
برا آوردنش، اسیرش کردن. اگر افریت و عجوزه بفهمن اساره همین آهو زامن جاودانگی عمر اربابشون، اختاپوسه، حتما میندازنش توی استوانه، شیره تنشو میگیرن. این همون آهویه که بهت گفتم، پیشونی سفید. نجاتش بده، نجاتش بده. قضا آنچنان فریادی زد که مجبور شدم با شلاق سیاه و کبودش بکنم، ولی کور نشده. چه غذاش خوشمزه بود، چه تهدیگی خوردم من. افه میشه باز نمون انگشتر به من بدی؟ نه خیلی نمیشه. تو توی یه روز سه بار ازش استفاده کردی. این بار بیشتر از زبان استفاده نمی کنم. این را کسی جگر بزنی برگم شو. گیاه رویده از جمجمه هر آهوی بیگناهی داروی نابودی اونهاست. سلام. پیشونی سفید. شما کی هستی؟ آقا موشه. آهان تو بازار. تو رو خدا منو از اینجا نجات بدی. خوب گوش کن، میخوام بدونم چه کاری بهت محول شده. آشپزی میکنم، شب تا صبح خسته شده. خب اگه میخوای نجات پیدا کنی، فقط به حرفای من گوش بدی و کاری که بهت میگم انجام بدی. آقا موشه، خودم صداشو شنیدم، میگفت نجاتت میدم. عزیز دلم، از این به بعد تو مأمور مخصوص عمه جون هستی. خب آقا موشه دیگه چی گفت جان دل؟ مگه کرایه خر چقدر میشد که ما رو داری پیاده میکشونی؟ عزیز من، یونجه ها رو سهمیه بندی کردن، خرا فقط در بس کار میکنن. تو محله ما که یونجه ارزونه. خلاصه سرتون رو درد نیارم، هرچی گشتیم آهو رو پیدا نکردیم. اینو که خودش میدونه ابله، گفت آهو پیش خودشونه.
قربان ما خطر کردیم، با پلیس در افتادیم، از دست پلیس فرار کردیم. چی میگی؟ پلیس که خودش ما رو آزاد کرد. قربان ببخشید، این قرارداد ما چی میشه؟ اون آقا موشه رو برای من زیر نظر بگیرین، شاید یه فکری براتون بکنم. یه فکری؟ چطور بگردیم همون آهوی پیشونی سفید رو براتون پیدا کنیم؟ خجالت آوره. من به شماها پول میدم تا اون چشمای بابا قوریتون رو باز کنید و نگهبانی بدید. خواهش میکنم. نمیخوام چیزی بشنوم. اون موش موزی دوباره به اینجا برمیگرده، واسش تله بذارید. من اونو زنده میخوام. اگه نتونستید با تیر بزنیدش. اینا کیان؟ چند تا آهو مثل من و تو. اون چه زاغول است. از همه آهوها بهتر بود. میخواست فرار کنه؟ یکی بهش کمک کرده بود. کی؟ آقا موشه. تو آقا موشه رو دیدی؟ من هیچ وقت ندیدمش. صداش هم نشنیدی. اون روز رو میگم. کدوم روز؟ همون روز دیگه که اومده بود چش زاغوله رو نجات بده. من خواب بودم. اونا حرف عمه جان افریتشون رو گوش ندادن. اون چیه؟ اصاره آهوهای مرده است. الو الو ابله بی سیمه. الو الو آش میخوری یا چلو؟ اینجا رو با کارگاه رو با هم سر حال و رو به راهم. یه گرگ باهوشم من، منم یه کارگاهم. به این میگن گرگ گریز پای. حال کردی؟ خسته نباشی دوستات، گند زدید بازم. قابل نداشت رو بیجون. آها بیا فرزی با تیز و چالاک، هر دو نترس و بیبا. دنبال چی میگردی؟ یه مجرم خطرناک. مجرم کجا؟ اون گوشه. همون دارو فروشه؟ اسمش چیه؟ نمیگی؟ نه نمیگیم که موشه. ابله ما کارمون مخفیه، مخفی میدونی چیه؟ یواشکی درسته؟ تو فهمیدی، عالیه. تا میشه چشمو وا کن، به هر طرف نگاه کن. تو که حست عالیه، ای بابا بوی چیه؟ یه بوی گند و تازه، اما به من میسازه. نکنه زیادی خوردی کاراگاه خورازه. اوناهاش بابا راچوفسکو. اوف 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 چه بد بو. به 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 چه خوش بو. خدا لبو داغه. لبو بدم مرهم سینه لبو. آروم حواسم هست. خیلی آهسته. برو من هواتو دارم. ای گرگ تند و تیزم، تابلو نشی عزیزم. باشه. یه وقت ما رو نبینه که موش ما رو نبینه. ببند فکتو. خونزادی تو حفظ کن. حفظه حفظه سر جاشه شما برو. بودو بیا دیگه. خیلی خوب بابا اومدم دیگه. تابلو شدم عزیزم. ای خاک تو سرت بریزم. حالتون چطوره؟ سه تا بطری شکسته داشتی میشه سه سکه بی بالا. ازت میخوام با لذت و اشتیاق براشون کار کنی. نگهبان نگهبان میخوام هم افریت حرف بزنم. بردون بیار.
بجنبین بجنبین، مشتری یمنی منتظرن. خوبه، خیلی خوبه. اینم بده قابش بگیرم. بیار ببینم. به اون عربه بگو اگه آهوی فراری میخواد ما چند تا برای فروش داریم، بهش بدیم ببره. زود باش اینا رو حاضر کن. زود باشی، یاله یاله بجنبی بجنبی. عمه فریته عزیزم، من اشتباه کردم. من که مطمئنم نمیتونم از اینجا برم، پس چرا بهم بعد بگذره؟ آفرین، عاقلانه است. حالا میخوای چیکار کنی؟ هر کاری شما بگی. آشپزی توی مدت کسی دیدنت نیومد؟ دیدن من؟ نه، کسی نیومد. پشت پنجره جای چیزی کسی رو ندیدی؟ نه مفریده، اصلا دیدن من کسی نیومد. باور میکنم عزیزم، باور میکنم. خب برو کارتو شروع کن که از همین حالا گشنم شده. چشم. حالیت میکنم موش نابکار. اگه میخوای بری برو، ولی چاره ندارم، باید نجاتش بده. اگه گیر بیفتی چی؟ اگه اتفاقی برام بیفته اون وقت چی کار میکنی؟ صبوری. باش. ساکت ساکت، ببن حلقو. آقا داره میاد. ساکت. سلام بچه. سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ ما داشتیم اینجا استراحت میکردیم، هتل جا نداشت. سلام منو به عجوزه برسونی. چش میرسونی. ما که عجوزه رو نمیبینیم که. میبینیمش که چه؟ بینیم. ببند دهنتو. پس من سلام شما رو بهش میرسونم. قربان شما. سلامت باشی. یه خبر بده، داره میره اونجا. الان قربان، فکر کنم داره میاد. شما رو که ندید. قربان. عملیات کاملا مخفی انجام شد. بهتون سلام هم رسوند. موش به من سلام رسون. نه قربان، بوده داره هزیون میگه، شما دستور بفرمایید. پشت سرش برید اما با احتیاط، مفهومه؟ برای چی نشستی؟ نمیشه باقی عملیاتو بندازیم برای فردا؟ نه بابا، پشتشو را بیا ببینم. بیا دیگه. بیا کمکم کن خر. ها، بیا منو نجات بده. روبی، بغده تو ممکنه یه تله باشه؟ بنابا، به عنوان حیوان برگزیده جنگل انتخابم کردن. مرگ. خوشم اومد، خوب کار کرد. بهتون تبریک میگم آقا گلگر، شما واقعا کارگاهی باوشی هستین. لطف داری. مراقب خودتون باشین. آقا موشه جون، مادرت بیا منو نجات بده. مادرم که عمرشو داد به شما، خدا رحمتش کنه. ولی خب اینم کار من نیست، بلد نیستم، متاسفم. خداحافظ. خداحافظ. آقا موشه غلط کردم. یالا منو نجات بده. آقا موشه با اون هوشش نمیتونه تو رو نجات بده. من بتونم؟ یه چاقوی چیزی پیدا کن منو نجات بده. اینا رو ببر. بشار بشار، اونجا چه خبر موقعیت؟ چی میگه این لاشخور؟ ماهی میمونه لاشخور تایی دیگه. لاشخور خودتی، بی ادب بی تربیت. لاشخور پدرته. بلند شو بیا اینجا، اون بیسیمو بده. من لاشخور، اسم رمز ماست. قربان به گوشم. من شکرم چه خبره موقعیت؟ قربان ما درست پشت سرشیم، کلی تناب رو دوششه. آفرین آفرین، مراقبش باشین. باشه، داره کم کم به قلعه نزدیک میشه. من زنده میخوامش. استاد روبی، اینا کیو زنده میخوام؟ داری دیوونم میکنی. از کلاق بلاشکار، چه خبر؟ کجا رسیده؟ قربان به گوشم، ما سوژه مورد نظر رو زیر نظر داریم، احتمالا هنوز نرسیده. احتمالا یعنی چی؟ افله.
آخه قربان، ما نمیخوایم بهش نزدیک بشیم، میترسیم. یعنی میترسیم ما رو ببینه. خوشم میاد ازت، من بهت افتخار میکنم، خیلی واردی ها. برو یه چاقو گیر بیار، منو نجاتم بده. یه بار دیگه بگو چی گیر بیارم. چاقو. برو بچه دماغو. اگه بیام بیرون خودم میکشمت. حالا خیلی خوشمزه است. چشم، فقط تیر اندازی نکن. جان افی گرفتیمش. نه واو، بسه. همین الان نگهبانای قلعه افیته دشمن منو دستگیر کردن. آهوی پیشونی سفید خوب اونو میشناسه، درست میگم دخترم؟ یه کاری بکن دوباره برات گردونن تو سیاه چال. سر میز نهار الکی داد بزن. من دیگه آشپزی نمی کنم. آفرین دخترم، پس به حرف من گوش دادی. سلام کارگاه، دیدی چجوری نجاتت دادم؟ غذات خوشمزه بود، اما خودت بدمزه ای دختر. ولی بیگناه و مهربونی اصارت به درد میخوره. یه استوانه براش خالی کن عجوز مجوز. ببریدش. برای یه خال خالی گوگولی مگولی خودم دست بزنید. اون بود که تونست ما رو از این خطر با خبر کنه. چقدر خوشحالم که تو رو تو این وضعیت میبینم. آرزوم بود موشی. اون استوانه خالی رو میبینی؟ اون مال توه. گفتی ها بیزنیدش، بیزنیدش. خدایا مواظبش باش، دل منو نشکن. میخواستی با آقا موشه بپری و بری، تو اون استوانه ها رو ندیدی؟ چرا، دیدم. منو ببخشیدم مفریته، آخه من تنهایی که نمیتونستم این همه غذا رو درست کنم، خسته شده بودم. حالا یه فرصت دیگه بهم بدین؟ چون دختر خوبی هستی یه فرصت دیگه بهت میدم. از این به بعد خالخالی کمکت میکنه، همیشه پیشته. خالخالی مواظبش باش.
چیزی میبینی گرگی؟ نه روبی، ظلمات ظلماته. دیدم. الو چیه بی سیمه؟ از لاشخور به کلاغ. کلاغ بگوشم. قربان داری میبینی بهش؟ کیو؟ سوژه مورد نظر دیگه قربان. آقا موشه؟ شما دوتا دلبک های خیلی بحالی هستیم. در اولین فرصت خودم چشاتون از حدقه در میارم. تمام؟ قربان من دنیامو تو سخره. نگاه کن تو چشم خسته. تو چی داری این تو میبینی؟ نگهبان در قلعه رو. یعنی آقا موشه رو نمیبینی؟ نه. پس چیو گفتی دارم میبینم؟ تو گفتی چیزی میبینی؟ گفتم بله. نگفتی کیو میبینی که؟ واقعا تو ابله و احمقی. حرف دهنه تو بفهم. توهین نکنه. تو چیه؟ شما توی گرگی و من بره، دنیایی و من سخره. نگاه کن. سپردمش به تو. اون شهر هیچ کس بهت کمک نمی کنه سارا. عجوز مجوز، باز دوباره سر جای من خوابیدی؟ پاشو. عمه جان، پیشونی سفید میگه میخوام ترش تره درست کنم. آخ جون، ترش تره. خسته نباشی عزیزم. سلام عمی مهربونم. مرسی. عجوز بجوز میگه این غذایی که میگه خیلی خوشمزه است. اسمش چی بود؟ ترشه تره. همیشه بابا سلام من توضیح نمیخواد میخورم. عمه فیته، من برای چیدن گیاه ترشه تره باید برم بیرون، یعنی پشت در قلعه. این چه گیاهی که همینجا بیرون قلعه بوده من تا حالا ندیدم؟ حتما دیدی. من به همه گیاهای صحرا غذا درست میکنم. تو و خالخالی با دوتا نگهبان فقط 5 دقیقه. چشم عمه جان. چشم تو بیبلا خوشبن گلیه من. خوابی؟ نه. اشه خورخور میکنی؟ خورخور نمیکنم، دماغم صدا میده. اگه آقا موشه رو پیدا نکنیم بدبختی. آره ولی فکر کنم رفته مغازه، چون جمعه نیست ستیل باشه که. آه؟ چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ از لاشخور به کلاغ، از لاشخور به کلاغ. اگه یه بار دیگه با من تماس بگیرین میکشم اتون. اختنگوش بل 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 جادوش عجوز مجوز. چرا کپیدی؟ روش باز جشن خودت آماده کن دیگه. ایفی چه جشنی بشه؟ یه بسته سبزه میندازمش زیر پنجره سیاه چال، بیرون قلعه میری ورش میداری. الان اگه بهت بدم اینا پیداش میکنم. من نمیتونم آقا موشه، نمیتونم. میتونی، خدا کمکت میکنه. اون کمکم نمیکنه، من دوستش ندارم. ولی اون تو رو دوست داره. باش حرف بزن، کمکت میکنه، من مطمئنم. تو رو خدا بذارین یه ذره دیگه بچینم. اگه معطل کنی حتما میکشنت پیشونی سفید. آقا خاله سلام آقا، من و دوستم کاراگاه هستیم، میخواستم ببینم شما آقا موشه رو ندیدین؟ سر تخته بشورنتون، مغازش که اینجا نیست. بله ولی مغازش بسته است، شما ندیدینش؟ میگی آبا کشمت؟ مجبور بودی حرف بزنی؟ حال کردی چجوری تهدیدش کردی؟ کجا میری؟ میخوام برم دوباره تهدیدش کنم.
کجا میری؟ جشن. چطوری دخترم؟ من میخوام امشب ترشی ترت انقدر خوشمزه شده باشه که همه تو جشن شگفت زده بشن. جشن؟ ما امشب میخوایم آقا موشه رو بندازیم تو استوانه. پس چرا اشکاری واسم نمی کنی؟ موش موشک من، چقدر کیف داره وقتی داری این تو خفه میشی. آهوهای عزیز خودم، امروز به مناسبت این جشن کمترم کار میکنی. خیلی خوب، لباس رو بده. میخوام لباسهای خوشگلتون رو بپوشید، هر چقدر دلتون میخواد شادی کنید. این جشن با تمام جشنهای دیگه‌مون فرق میکنه. همه جا رو دادم آذین بستن، کمکاری نکنید که دست سوخته ها. خوشگله به هم میاد؟ رسمان قراره یکی رو بندازن تو استوانه. من میخوام امشب از اون انگشتره استفاده کنم. میشه؟ نه بیا. آی افریته، دشمن تو چنگمونه دیگه، خطر نداره. بخندین و بخندین، بخندین چشماتون رو نبندین، خوشگلم و سرنگم، با دشمنم میچنگم. چشم چشم دو ابرو، مخلص هرچی آهو، با انگشتر جادو ببین چه میکنه. مجوز مجوز لباسو بدون. شهر ما همینه، قشنگترین روی زمینه، هر که میبینه و دلش میلرزه، عجوز مجوزه و خیلی میارزه. اختم گوش بر بله مفله جادوز، عجوز مجوز همه میگن سر بله ما عجوز مجوزه. We'll be right back.
ازش استفاده میکردی. خانم ها، آقایان، اینم یه جشن دیگه، اما شادتر و مهیجتر. حتما صدای شیپوراتون و شهر افریته شنیده. تا وقتی که این آب از دهن و دماغ آقا موشه بیاد بالا، میتونه زنده باشه. نفسای آخرتو بکش موشک. یه هدیه برات دارم. اصلا حوصله‌تو ندارم. مگه اینا نمیخواستی؟ هر کاری میخوای بکنی زودتر. ببینم شهر آرزو هم اینجاست؟ اینجا شهر افریته است. ببینم این کوله مال خودته؟ نه خیر، مال خودمه. پیشونی سفید بجون بپوشش. زردا مال آهو و سبزا مال بقیه. باشه حواسم جمع. خال خالی ممنون. آی خدا، معلم باز چی وایسادیم اینجا؟ خب ابله وایسادیم آقا موشه بیاد بگیریمش دیگه. ها میگم باز چی وایسادیم اینجا؟ خانم ببخشید خونه ی عجوزه کجاست؟ عجوزه بلد نیستم. اکی الو الو ابله بیسیم ها. ببینم این عجوزه کجاست. یعنی هیچ کس جای عجوزه رو بلد نیست؟ من جاشو نشونتون میدم. سپردم به خودت، هر جور خودت صلاح میدونی. حالا از لاشخور به کلاغ چرا جواب نمیدی لعنتی؟ فوش نده، انگشتر داره. عزیزم بمان. از لاشخور به کلاغ، از لاشخور به کلاغ. قربان سالار، سالار تو بازار بود، داره با خاله سوسکه میاد اونجا. سالار؟ من بازم میخوام. چش چقدر خوشمزه بود، دیگه داره خوابم میگیره. اینا چشون شده؟ نمیدونم. این دارو همشون رو خواب میکنه، همه دشمنات کوچولو میشن، کوچیک میشن. خودت جشن رو ادامه بده.
بچه فقط سه ساعت وقت دارین که اینجا بریم بیرون، یا ما فرار کنیم. اما اول باید آقا موشه رو نجات بدیم. به فکر من نباشین، بریم. معطل چی هستین؟ بریم دیگه. خالخالی چجوری میشه جلو آبا گرفت؟ باید رمز کفشو رو بزنیم. رمزش چیه؟ من چه بدونم، رمزش فقط دست عجیزه و افریت هست. آقا موشه نجاتت میدم. خب آبا چجوری میشه بس؟ از تو موتور خونه من کلیدش دست عجیزه هست. خدا چی کار کنم؟ اگه سه ساعت بیشتر وقت نمونده باشه پس من از اینجا میرم، چون باید اینقدر از اینجا دور شده باشیم که دست عجیزه به ما نرسه. راست میگه. کجا میرید بی‌معرفتا؟ همه این نقشه ها رو آقا موشه کشیده، باید نجاتش بدیم. ما رو ببخش بشین سفید. بیا بریم خالخالی، دیر شد. من تا اینجا کمکت کردم اما بیشتر از این از من نخواه. خالخالی تو تنهام نذار. تو تنها نیستی آقا، خدا با توست. نیست، ایو بود کمکم میکرد. یه کاری از دست تو بر نمیاد، بهتره زودتر بری. پس شما چی؟ آسه خدا اینجوری بوده. برو الان عجوزه میاد، برو. من نمیتونم شما رو تنها بذارم. حرف منو گوش کن، تو باید بری. خدا نمیتونم. خراب کردی افریته ی عزیزم، نتونستی دستور من اربابت اکتوپوس را اجرا کنی، دیگه همیشه پیر میمونی تا عمرت سر بیاد. معلوم نیست چی بخوام. خوب شد که کم خوردم، وگرنه من هم این اینو میشدم. گند زدی عجوزه. خواهش میکنم فقط یه دفعه یه دیگه کمکم کن عزیز. کمکت کنه، لیاقتشو داری؟ اتفاقی افتاده؟ چرا فکر میکنی همه چیزو من باید بدونم؟ همه چیزو من باید بهت بگم؟ نه که تا الان هم همه چیزو تو میدونستی و همه چیزو تو بهم گفتی؟ تو گرگی؟ په نه په، گنگیشکم گنگیشک گیش. از لاشخور به کلاغ.
قربان ما الان چیکار کنیم؟ باید آقا موشه رو گیر بیاریم بدیم تحویلش دیگه، میدونی؟ این آقا موشه اینا به کار قیافش شبیه من کرده و داره فرار میکنه، مفهومه؟ مفهومه قربان، صداتون یه مقدار عوض نشده؟ ابله اون انگشتر منو دزدیده، صدا که هیچی، قیافه من عوض کرده، مفهومه؟ مفهومه قربان. حالا ما چیکار کنیم؟ هیچی، زودتر بگیرینش، اون انگشتر منم سر به نیست کنین. او وقت شما چی کار میکنی؟ اون سه بار از انگشتر استفاده کرده، دیگه هیچ کاری ازش بر نمیاد، بجنبی تمام. چشم قربان، حتما اقدام میکنیم. چشم. خیلی مخلصیم آقا موشه. من بیشتر. من اشتباه کردم. من بیشتر، دیگه تکرار نمیکنم. من بیشتر، من هیچ کسو به اندازه ای تو دوست ندارم بابا. من بیشتر، میخوام همیشه پیشم بمونی. من بیشتر دوست دارم. من بیشتر، من بیشتر، من بیشتر دوست دارم. من بیشتر، من بیشتر، من بیشتر دوست دارم. I love you. دوست دارم روبی روبی جون. گرگی جونم من بیشتر. I very 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 من بیشتر. چاکرتم من بیشتر. حالا نوکرتم من بیشتر. دیگه بسه، من بیشتر. خیلی نفهمی، من بیشتر. میگم نخون، من بیشتر. بابا ببین فرقتو، بیشتر. تو پرگی مادر تو دیدی؟ بله، بالاخره این قصه ما هم مثل همه قصه ها به خوبی و خوشی تا. آهو! بله، چی شد؟ باز داد سرم کشیدی؟ خوب میکنم باباتم. من عاشق صداتم، امروز نرو میترسم. یه چیز ازت بپرسم. بپرس دردت به جونم. میخوای پیشت بمونم؟ میخوام پیشم بمونی، برام آواز بخونی. برات آواز میخونم بابای مهربونم. مگه چیه؟ آواز باسم نون میشه، آواز آب و دون میشه، آواز بخونا برخص، از هیچ چیزی هم نترس. ای بابا، بازم روز از نو، روزی از نو. اما خودمونی ما، پرونده شهر آرزوها بسته شد. اینی که میبینید شهر آرزوست، یه شهر قشنگ، این هولوز اسم رئیسمون عجوز مجوزه. لباساش همگی مد تا به روزه، از پاریس، لس آنجلس، آنتالیا، همه جا هم میشن میان تو شهر ما. شما بیاید با ما شهر آرزو، مثل هولو بپرین توی گلو. تو شهر آرزو ما کف داریم و زارو، منتظریم همیشه واسه شکار آهو. گفتی آهو، یاد آهو افتادم. اهم اهم، میخوام برم کو دنبال آهو. میخوام برم کو دنبال آهو. آخ آخ، انگشترم کو افی جان، انگشترم کو افی. میخوام برم کو دنبال آهو، باز میبرم آهو رو با جنبل و جادو. دوباره من میگیرمت آهوی پرگو. چیکار کنیم دیگه، قصه است، همینی که هست. اما همه رو ولش، آقا موشه و خاله سوسکه رو داشته باش. خونه و زیر بوهد میریم یه جای خوشگه، نون و پنیر رو بادوم میریم یه جای آروم، فندق و مغز پسته، نه غم داریم نه قصه، کاغذ و سنگ و قیچی چی کم داریم؟ ما هیچی، ترشی و شور و سرکه، چاکر خاله سوسکه، انگور خوشه خوشه، قربون آقا موشه، عطل مطل تو طوله، بریم خاله قبوله. قبوله. پایین اومدیم دوغ بود، بالا رفتیم ماس بود، قصه ما راز بود. بازم میایم دوباره، قصه ادامه داره.